کتاب عنوان میکنه میگه اقتصاددان کسی است که از یک طرف دانشمند است و اندیشمند است دانشمند است یعنی به صلاح دانش اقتصاددان چیست به صلاح دانش اقتصاددان مجهز است اما از طرف دیگه میگه که اقتصاددان در نقش سیاستگذار هم عمل میکنه یعنی با دو عینک اقتصاددان معمولا باید تحلیل کنه نظر بده یک عینکی که جانبداری ارزشی ندارد و تحت عنوان پازیتیو ساینس یا positive اکونومیکس شناخته میشه و یک عینک دیگر رو این عینک علمی رو برمیداره اقتصاددان یک عینک دیگری رو روی چشم میگذارد به عنوان سیاستگذاری که باید تصمیم بگیرد و قضاوت بکند در مورد سیاست های اقتصادی اینجا دیگه نقش اقتصاددان فرق میکنه پس اقتصاددان دو نقش داره یک نقش تحت عنوان اندیشمند و دانشمند و نقش دیگر تحت عنوان سیاست گذار اما اگر از من بپرسید که کسی که به علم اقتصاد خورد مجهز شده رو ما چه بنامیم به من بهترین لغتی که براش پیدا کردم امروز که داشتم فکر می کردم که خدمت شما این مباحث رو ارائه بدم من از لفظ حکمت استفاده می کنم اقتصاددان کسی هست که حکیم خواهد بود مثل لغمان حکیم یا در دوران ما مثل The اوما ها که همون آقای در واقع وارن بافت باشه که تحت عنوان حکیم اوماها شناخته میشه آقای وارن بافت به این دلیل مورد احترام نیست که پولدارترین فرد یا موفقترین فرد در بازارهای مالی بوده بلکه آقای وارن بافت فردی هست که جملات حکیمانهای را مطرح کرده و به عموم مردم در سراسر دنیا موارد متعددی را آموخته و شاید بیش از هر کسی در تغییر نگرش بسیاری از افراد در دنیا نسبت به روابط اجتماعی نسبت به بازارهای مالی ایشون نقش داشته چرا برای اینکه توجه به سخنان ایشون خیلی زیاده